سلام و درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم خوب و سالم و سلامت باشین. آرماند هستم از تکساس آمریکا. عرضم بزرگ خدمتتون، خواستم درباره بیمه های پزشکی در آمریکا باهاتون صحبت کنم. بعدا یه قسمت میخوام درست کنم درباره بیمه های حیوانات خانگی، حالا سگ، گربه، حتی مثلا حالا اسب حیوان خانگی نیست، ولی بیمه های مثلا حیوانات و اینا هم باهاتون درباره صحبت کنم، دقیقاً که روشن بشه وضعیت چطور، چون درباره بیمه ماشین و خونه و اینا صحبت کرد. من به چهار دسته مختلف این بیمه ها رو براتون تقسیم کردم. بیمه اول شما وقتی اینجا وارد مثلا سر کار میشین، حتی شغلای مثلا یه جای کار میکنین، برای شرکتی کار میکنین، یا حتی مثلا به قول معروف صندوقدار هستین، همه شروع کردن کار کردن، صندوقدار هستین، یا به قول خودمون پشت دخل کار میکنین، هر کاری، یه مدت زمانی رو که میگذرونین، حالا بستگی به اون شرکت داره، بستگی به اون قانون اونجا داره، بعضی جا میگن نمیدونم 80 روز بعد از اینکه سر کار رفتین، هر روز روزی از دست ندادین ساعتاتون تکمیل شد، یا بعضیا میگن نمیدونم اینقدر ساعت که تکمیل شد بهتون یه فرمی میدن، من میگن شرکت ما به شما بیمه میده و هر ماه، مثال میگم، یه مبلغی از درآمدتون رو کم میکنه، مثلا این بیمه 40 دلاره، مثال دارم میگم بهتون، شما 5 دلارشو میدین، ما 35 دلارشو خودمون میدیم. متوجه شدین چی میگم؟ این یه نوع بیمه است، معمولا بیمه های خوبیه و قبل از اینکه شما کاغذ رو امضا کنین بهتون، به انگلیسی میگم breakdown، یعنی ریز چیزایی که این بیمه شما رو از شما حمایت میکنه و به شما کمک میکنه نوشته اونجا. حالا این بیمه که بهش میگن بیمه های co-pay، co یادتون باشه co که میاد میگن co-worker، یعنی همکار شما، co-pay یعنی همکاری میکنه برای پرداختون. شما اکثر جایی که میرین دکتر، مثلا میرین معاینه، میرین یه جایی، معمولا بسیاری داره، شده 1000 دلار، شرکت میگه مثلا 800 دلارش با من، 200 دلار تو از جیبت میدیم. خیلی کم پیش میاد که کامل ما حمایت میکنیم. حالا بسیاری به شرکت های بزرگ داره، یا هر چه شرکت بزرگتر باشه بیمش خیلی خفن تر، مثلا شرکت های مثل اپل و اینجور چیزا، خب خیلی بهتره. این یه نمونه بیمه است. نمونه بعدی بیمه های شخصی خیلی قویه که بعضیاش تا ماهیانه 1000 دلار هم هست. بیمه های خیلی قوی دیگه، هر دکتر رو میخوای میتونیم ببینی و بادم شروع شد و ما یعنی گفتیم بیایم با یه هوای خوب. البته خب میکروفون دارم اینجا، حالا از اون بیلبیلک‌ها یه روزی میذارم که خیلی کیف میکنیم، که دیگه بدونین کارم خیلی درسته. اون بیمه های شخصی یا میگم پرایوت اینشورنس به انگلیسی، اونا بعضیاشون مثلا میگن حالت پکیجای خانوادگی، خانواده 3-4 نفره، چند هزار دلار ماهیانه میشه، 2-3 هزار دلار میشه دیگه، اونا خیلی بیمه قوی هستن و خیلی چیزا رو تحت پوشش قرار میدن. شما از جایی هم که حتی بیمه های مثلا بیمه ماشینتون رو میگیرین، میتونین ازشون بپرسین که شما بیمه های مثلا پزشکی هم دارین و اونا هم میتونن حتی به شما کمک کنن. و اینم یاد اومد، یه دونه هم درباره بیمه عمر براتون صحبت کنم که بیمه عمر چیه، چجوری میتونیم بیمه عمرم بگیریم. این نمونه دوم بیمه. پس شد بیمه ای که سر کار بهتون میدن، بیمه شخصی، بعضیا اون بیمه رو میگیرن، یه دونه بیمه شخصی هم میگیرن، بعضیا اون بیمه سر کار رو میگن نه ما لازم نداریم، ما خودمون یه بیمه خیلی خوبی داریم، نمیاد. یه بیمه دیگه دوستان عزیز، بیمه به قول معروف دولتیه، یعنی در از دو نمونه دولتیه، یه سری دولتی های خیلی ارزونه، مثلا به ما گفتن ما با 40-50 دلار، خب اون بیمه های خیلی به درد نخوریه. یه بیمه دیگه هم هست که شما مثلا یه سری کارهای دولتیه، مثلا ارتش، شما تو ارتش هستین یا بازنشسته ارتش بودین یا چه میدونم آتش نشانی هستین، این بیمه های خیلی قوی که زمانی که شما تو ارتش هستین، اون پادگان خودش بیمارستان های خیلی خوب داره، متخصص های خیلی خوب داره، اونجا درمان میشین و هر درمانی که بشین مثلا یک قرون از جیبتون بیرون نمیاد. حالا نمیدونم حاملگی، یعنی به دنیا آوردن فرزند،
دندون شما سال یکی دو بار فکر کنم راحت تو این دندوناتون چک کنین، یا دندونتون مشکل داشته باشه بیرون اونجا دندونتون رو درست کنن و اینا. هر مشکل که داشته باشین اونجا تحت درمانین، حتی مثلا اورژانس و اینجور چیزات کاملا تحت درمانین، یا اگه مثلا خودشون اون تجهیزات رو نداشته باشن بفرستنتون بیرون از اون پادگان، بهترین عملیات روتون انجام میشه اینا. بیمه ها و عمل های زیبایی مثل نمیدونم مثلا خانم ها عمل های زیبایی انجام میدن، یا حتی آقایون، یا زیبایی میتونه حالا یا بدنی باشه یا دندون باشه یا حتی موکاشتن، اینا رو بیمه تحت پوشش قرار نمیده. حالا شاید یه بیمه خیلی خاصی داشته باشین که بگه آره من اینو پوشش دم، ولی معمولا پوشش نمیدن. یه چیز جالب دوستان بهتون میگم، حالا آرمان اسم این بیمه چه؟ دوستان اسمای خاصی نیست، وقتی تشریف آوردین آمریکا اینو خودتون باید جستجو کنین، گوگل کنین، که من زنگ باید بزنین، این که میگم انگلیسیتون رو باید قوی کنین، زنگ بزنین بهتون بگین، اگر متوجه نمیشین پشت تلفن که اصلا مهم هم نیست، بگین یا براتون ایمیل کنن، تو ایمیلتون بخونین، یا براتون پست کنن، دفترچه رو پست کن، مو به مو اینا رو بخونین، با چند تا جای مختلف تماس بگیرین، قیمت ها جزئیات ها با هم مقایسه کنین، ببینین برای شما کدومش بهتره. اگه الان احساس کنین سلامت هستین و اینا، شاید اون چیز خیلی مثلا گرونه رو نمیخواین، فعلا میتونین بگذارین، طوفان شروع شد و بیمه آخر تا قبل از که هوا گند نزده به کارمون و اینا. یه بیمه آخر بهش میگن مدیکر، مدیکر برای افراد 65 به بالا هستش که تقریبا همه چیشونو تحت پوشش قرار میده. دوستان یکی از چیزهایی که خیلی سخت تحت پوشش قرار میدن و اکثر جا میگن مثلا ما حتی اون قسمت کوپه، یعنی ما بخش رو نمیپردازیم، دندونه، مخصوصا دندون عقل و نمیدونم اون چی میگن پل میزنین و اون هست که با اسمشون یادم رفته، این که پیچ میخوره و اینا میره پایین و اینا، ایمپلنت نمیدونم، یا مثلا اون که برای صاف کردن دندونه، معمول بعضی از بیما اونو پوشش میده ولی دندونه یه مقدار خیلی چیزه. پس اون بیمه که وردن حتما برای دندون بپرسین، دندون مهمه، کلا اینجا بیمه داشتن خیلی 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 مهمه، مخصوصا بیمه سلامت یا همون بیمه پزشکی به قول معروف. اون مدیکر که بهتون میگم برای افراد 65 به بالاست که شما مثلا وارد آمریکا میشین و اینا و دیگه خودتون اقدام میکنین، هیچ پولی ازتون کم نمیشه، یه به قول معروف یه فرصت خیلی خوبیه. قرصا رو همه اینا رو تحت در چیز میکنن، ماهی یه بارم حتما چکاپ میشن و اینا. منتها اینجا هم خودش یه چیز خیلی پیچیده و جالبی در این حال داره. من پدر بزرگم خدا بیامرز سال 2020 4 سال پیش دچار خونریزی مغزی شد و اون یک ماه اول که تو بیمارستان و تحت پوشش بود و تو حالت خواب و بیداره بود، بهترین بیمارستان و اینا بود، یه دفعه گفتن ما باید بیمارستان رو عوض کنیم. چرا؟ دیگه این بیمه تا اینقدر، تا این مبلغ و تا این همه روز پوشش میده و الان باید ببینیم بیمارستان بعدی. نمیگم بیمارستان بعدی که بردم بد بود، ولی بهترین چیزم نبود، یعنی هی احساس کنم هی میوبردن ساعتش رو پایین. دیگه 30 روز اونجا بود و اون 10 روزی هم که اون یکی بیمار، اصلا زمین تا زیر زمین فرق داشت، فکر کنیم مثلا یکیش اندازه چه میگم استادیوم آزادی بود، اون یکی یه دونه سالن کوچیک فوتسال بود، بخواین مقایسه کنین، یکیش مثلا چه میگم استان فارس بود، اون یکی یه دونه کوچه کوچیک بود و اصلا زمین تا زیر زمین فرق داشت. و 30 روز اونجا بود و تمام 10 روزم اونجا و بعد دیگه به رحمت خدا رفت. میخوام بهتون بگم حتی اون مدیکر که یعنی مثلا بیمه افراد مسن و 65 به بالا، حالا میگیم 65 به بالا مسنه، ولی مثلا برای اوناست مخصوصا، حالا شما اونو دارین در کنار یه دونه بیمه خصوصی خیلی عالی هم داشتین، مثل تو پر خونه گهتون میداشتن. حالا به قول معروف ما میگم آره دیگه پول همه جا کار خودشو انجام میده. خیلی ها گله میکنن، خیلی ها ناله میکنن از این بیمه های آمریکا، از این خرج های پزشکی. من دوستانی رو میشناسم که حالا با سرطان دست و پنجه نرم میکنن و اینا، اصلا قبض ها اینا سرسام آوره. من دوستی داشتم یه چند روز پیش رفته بود، مثل این که فکر کرده بودن یعنی سنگ کلیه و اینا داره، فکر کنم یه ساعت چند ساعت اونجا بوده تو
به قول معروف اورژانس بوده، تازه مثلا بیمه هم داشته و اینا، $10,000 خرجش شده. یعنی یه چیزای سرسام‌آوره. البته اینا رو قسط‌بندی میکنن، اینجوری نیست که آه نمیدم و نمیدونم، اینا قسط‌بندی میکنن، حالا دیگه میان سری قسط‌بندی میکنن، حالا $100,000 $400,000 هر چیزی که اون چیز باشه. کلا شبو اگه اونجا بمونین دیگه، این که میگن چی میگن، کرم و کار کار کرم و کارت کاترین کرم و کار چیز کاراتو به اونجا میفته و اینا، یه مقدار پیچیده میشه. اگه میتونین شب اونجا نمونین، از خداشونه شب اونجا بمونین، که اون شبو که اونجا میمونین 50 به بالا میشه، مثلا چیزای اورژانسی و اینا، یعنی کلیه به دست راه برین خیلی بهتره براتون. ولی قسط‌بندی میکنم، من اینو نمیگم که شما رو بترسونم، میگم که آگاه باشین، بیدار باشین. اینقدر ما آمریکا زندگی میکنیم، نمیدونم فقط قیمتای خوراکی‌ها رو، لباس‌ها رو، تخفیف‌ها رو بتونش، اینا مهمه دوستان، اینا مهمه. شما بیمه‌های میگم مختلف دارین، بیمه ماشین دارین، چه میدونم انشالله به امید خدا خونه دار بشین، بیمه خونه دارین، بیمه‌های مختلف از خرج‌های مختلف از که خیلی‌ها بهتون نمیگم. حالا نمیدونم ایران خونه رو بیمه می‌کردین، نیاز بود یا نیاز، اینجا یه چیز حتمیه، یعنی این نیست که از زیرش در برین. سعی کنین بیمه‌های الکی ارزون نگیرین که بعداً اگه خدای نکرده لازم داشتین اتفاقی براتون نیفته. ما خودمون الان چند تا بیمه فقط مثلا برای ماشین داریم، یه دونه بیمه خود کامل، یه دونه بیمه از بیمه تریپل ای که ویدیوشو درست کردم، که ماشین یه جای موند میان با جر سقل میمونن بدون هزینه و خیلی چیزای دیگه هم داره، بنزین برات میزنن و اینجور چیزا. اینا رو آدم داشته باشه خیلی خوبه که خدای نکرده اگه یه جا گیر افتاد سری باید تماس اینا رو حل کنه. ویدیوشو ساختم، میتونین ببینین. اینم از بیمه پزشکی. این چیزی نیست که من بهتون جز به جز بگم شما چه بیمه بگیرین چه بیمه خوبه، هر کسی خودش باید جستجو کنه صلاحشو بدونه. من فقط این 4-5 نوع بیمه مختلفو براتون گفتم و دوباره تکرار کنم، شما میتونین سر کارتون بیمه رو بگیرین و اگر خواستین یه دونه بیمه شخصی خیلی خوب هم بگیرین. میتونین اونو نگیرین اون یکی رو بگیرین، یا اونو نگیرین اون یکی رو بگیرین، دیگه اون بسکی به شما داره و باید تحقیقات خودتون بکنین. اگر خودتون سردرمیون با یک کسی که زبانش خیلی خوبه یا خودش تو کار بیمه است آشنای چیز دارین، بگین براتون قشنگ ریز به ریز رو بخونه، که خدای نکرده اگه با مشکل مواجه شدیم بتونیم بگین نه من این بیمه رو دارم. امیدوارم جواب سوالتون رو گرفته باشین و من تونسته باشم به شما کمک کرده باشم. ممنون و متشکرم، شب و روز خوبی داشته باشین، فعلا.